درود بر شما، خوش آمدید به 47مین برنامه خشاپش. کاوه اکبری هستم، با ما همراه باشید. امریکا پیسه‌دار است، زوراور است، نفوس از ما زیاد است، خاک از ما زیاد است، ولی ما شیر هستیم، شیر. در این برنامه قصد داریم خود شما مرور بکنیم، بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم، استدلال بکنیم در هر سطح سوادی که هستیم یا علم و دانشی که از او برخورداریم. مهم نیست که ما برای تحلیل کردن مسائل، باز کردن مسائل حتما از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شده باشیم. ما 92 چوک داریم چرایی و 5 چوک ما چراغ دارن. روزی که ما آمدیم 5 چوک هم چراغایش غیر فعال بود. چراغای فعال کردیم، روزانه امر تاسات ما میره و وارا کنترل میکنه که برق باشه، خو روشن است که برق نباشه طبیعی است، خاموش است. در بسیاری از مواقع به ما گفته شده که شما به مسائلی که به شما مربوطی نیست دخالت نکنید. اکثر وقتا با قنداق تفنگ بودم بالا ما بودن که میبیش میزدن، فضا مال میدونن، آب مال میدونن و آخر دیگه شرایط با ما خیلی تنگ شد. ما به داخل یک سیاچای تک کرده بودن. اتفاقا خیلی از مسائل هست که با ما مربوطه، اما ما فکر میکنیم چون سواد نداریم یا علم نداریم یا اطلاعات نداریم با ما مربوط نمیشه. ما شیر هستیم، امریکا به نام شیر با ما معامله کنه، کدام چیز دیگه اینجا قبول نداریم. یکی از اون مسائل سیاسته. به قول یکی از دوستان، سیاست حتی با تشناب رفتن ما ارتباط داره. چرا ارتباط داره؟ تصور کنیم یا حتما دیدین که وقتی که یکی از سیاسیون بزرگ جهان به طور مثال از کاخ سفید یک توییتی نوشته میکنه، قیمت دلار در اقصا نقاط دنیا بالا پایین میشه. وقتی قیمت دلار بالا پایین میشه، به این معنا که قیمت اجناسی که وارداتی هستن که ما اونا رو باید وارد کنیم از کشور دیگه، باید دلار بیشتر پرداخت بکنیم که اونا رو وارد بکنیم. به طور مثال گوشت، اگر ما وارد میکنیم باید دلار بیشتر بدیم که گوشت وارد بکنیم. گوشت به چی درد میخوره؟ گوشت باید خورد. پس طبیعتاً در عمق داستان که بریم، سیاست به تشناب رفتن ما هم حتی ربط داره. همه ما میدانیم که شهر هرات چی شهر خواجه انصار هست. میتونم با جرئت بگم که ما همه چیز ما هوائیه. همیشه هوائیه. نمیگن هوائی فیر نکو یا هوائی گپ نزن. ما همه چیز ما هوائیه. دهلیزی که میسازیم هوائیه. دهلیز هوائی. فرودگاهی که ما میسازیم هواییه، میدان هوایی. من نمیفهمم میدان هوایی چی معنی میده. البته میتونه معنی داشته باشه، ما نمیگیم بی معنیه، اما چرا میدان هوایی؟ میدان هوایی یک میدانی که برو هوا ساخته میشه اگر به عمق واژه بریم. پس ما به عمق واژه نمیریم، ما میایم چهار طرف نگاه میکنیم که چی اتفاقی افتاد در سفر رسمی مقامات بلندپایه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به هرات. عنوان والی هرات، ما به شما اجازه میدم این همی رقم چوپنچه بدست همی رقم ولو برای در رو باماده و پینکی به مغز سر بزنین، مسئولیت به منه. تکبیر. تصور کنیم شخصی از او سر جهان مایه بیای به هرات، یک سال جلوتر طرف باید حالی بشینه اسم خواجه عبدالله انصار از بر کنه. خشت پیش رئیس جمهور با گذاشتن نخستین قدم در هرات گام فرهنگی را برداشت. میدان هوایی هرات را به نام میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری نامگذاری کرد. یعنی همین جاذبه های توریستی هرات، نه تنها هرات، کل کشور ما، اگر اینا امنیتی باشه، آسایشی باشه، از کل جهان میان برای دیدن. همینا رو ما پولایی بگیریم خرج کنیم، ما سلطنتی زندگی میکنیم. یعنی از اعرابی که در مکه مقدسه سالیانه تلیاردی در میارن ما خیلی بیشتر میتونیم در بیاریم. منتها متاسفانه ما بالخونه ما مثل که کمک کدورت دارن. هیچ کس به شما گفته نمیتونه که چرا فلانی گفتی پس و پیش که بسختی و چاقو زدی و مرمی و پینکی بزنین برمین جیر به دار بیاندازین. کس به شما چیزی گفته نمیتونه. یک، اول خو مسئولیت با منه، مسئولیت با شما نیه که بگم برادرها شما بزنید. طرف به خسته بیامده، خودی همه نیروها امنیتی و 150 هزار دلار مصرف کرده که میدان هوایی هرات را ما تبدیل کردیم به میدان خواجه عبدالله انصاری. بابا عربی. خواجه عبدالله انصاری یکی از مشایر بزرگ جهان اسلامه که متعلق به خاک و جغرافیای افغانستان. همیشه متاسفانه از طرف کشورهای همسایه ادعای بر این وجود داشته که خواجه عبدالله انصاری متعلق به اونها میباشه. چیزی حدود 150 هزار دلار خرج مصرف همین هیئت بلند پا
پایه شده که اینا آمدن به هرات برای تغییر دادن نام فرودگاه هرات به خواجه عبدالله انصار. ایتی که میکنم خسته خورما منظور منه. ما همیشه برای ما گفتن خوجه یک کسیه که مثلا خسته خورمایه. حالا موارد جزئیات نمیشه. خیلی خوبه که امروز ما میدان هوایی هرات به نام خواجه عبدالله انصاری نامگذاری کردیم تا چشم هر مسافری هر غیر افغانی که به اینجا میآید به این نام بیفته و به نام خواجه عبدالله انصاری آشنا بشه و این میتونه تاثیر بسیار زیادی برای شناخت مشاهیر افغانستان داشته باشه. خب تو که 150,000 دلار خرج کرده بودی یک دو تا خبرنگار و یک دو تا کامرمن از امارات کابل خودی خبر میدی چی میوردی به هرات دیگه. این چی بیا به روی اینجا تمام مقامات بلند پایه شیشتی هم این کابل نگاه کنه مجلی وزینم خش و پیش. اینه که خش و پیش واقعا بره به عمق داستان که داستان چیه. در اعلامیه ارگ از نقل از رئیس جمهور آمده است که عبدالوحید قتالی والی هرات نماینده خاص رئیس جمهور در هرات است و تمام اداره های این ولایت باید از اوامرش مطابقت کنند. 93-4 راه یا چوک به عبارت به هرات وجود داره. در طول همین 40 سال دفاع مقدس، 40 سال جهاد مقدس که واقعا ما برای از این مقدسات تمام زندگی خورد، تمام گذشتگان خورد، تمام آیندگان چندین نسل دیگه خورم فدا کردیم و هنوز هم قرار بکنیم گویا، ما 4 دونه چراغ قرمز داریم به هرات یا 5 دونه. اونا هم کار نمیده. چرا؟ چون برق نداره. ما 92 چوک داریم چاره‌ای و 5 چوک ما چراغ دارن. روزی که ما آمدیم 5 چوک هم چراغایش غیر فعال بود. چراغای فعال کردیم. روزانه امیر تاسات ما میره و اوارو کنترل میکنه که برق باشه، خو روشن است که برق نباشه طبیعی است، خاموش است. شهر اولیا دیگه، شهر اولیا. اولیا خود اینا نورانی هن، اصلا نیازی به برق ما نداریم. اولیا رو ببینید همیشه تا سر نایت یک چیزی چراغ قرمزی تا چراغ داره میچرخه سفید بود. ما دیگه نیازی به برق نداریم. شهر اولیا از اون دور میگن همیت نورانیه. به به، خیلی نورانیه واقعا، آدم کیف میکنه. شهر خواجه عبدالله انصاری، خب میدان رو گذاشتن به نام خواجه عبدالله انصاری. تشکر، کل شهر از خواجه عبدالله انصاری است. 93 دونه یا 94 دونه چوک یا 4 راه به هرات داریم، 5 دونه چراغ قرمز داریم یا 4 دونه. ای بیا روی ما بریم به کجای جهان بگیم. چراغ قرمزهایی که فعلا در چند چهارراهیام هست، اینا بیشتر از اینا توسط بسا سکتور خصوصی و توسط تجار در زمان خدا رحمت کنه آقای حسینی و قبل از او جناب آقای میهنیار در اینا ساخته شده و به کمک مردمی بوده. متاسفانه دولت در این قسمتی بیرونش نبودیجی نپرداخته. بعد 150,000 دلار خرج هیئت بلند پایه میشه که اینا بخزن بیان به هرات که اسم فرودگاه مشکل حل شد دیگه. خلاص شد مشکل ما، حل شد. تمام توریست هایی که از اون روز به هرات سرازیر بودن اینا مشکل داشتن، خودی همین اسم هرات، یعنی با حافظی از اینا ضبط نمیشد. رئیس جمهور ما خودی هیبت بلند پایه بیامدن تشریف آوردن، اسم آسون کردن، خواجه عبدالله انصار. ولی ما شیر هستیم شیر. تصور کنین یک مهمان خارجی به دعوت ارگ دعوت میشن به کابل. این از بخش ویژه فرودگاه یا از بخش وی آی پی فرودگاه ایر اسکورت کرده میبرن به ارگ، میره اون قرارداد مرارداد آخه امضا کنه، وقت نون خوردن میشه، سفره مندازن. چی سفره؟ سفره بی بی روغیه واقعا، یا سفره بی بی اجی. او بی بی آجی، او بی بی آجی، مرا با دادی دانست راجی. او بی بی آجی، صدقه بی بی آجی. سفره بی بی اجی رو مندازن، گوشت بودونه، رون راست گوسفند، راسته گوسفند، چپه گوسفند، اونجی گوساله، اونجی فیل مرغ، ابرشم کباب، چبلی کباب، نمیفهم دمپی کباب، جیگری گوسفند که علایده باید قرار داده این نرخ بده، سرخی گوسفند، مثلا پاچه گوسفند، مثلا مغزی گوسفند، اینا به خاطر میمانای خارجی است که بفهمند که در افغانستان این قسم غذا نظر به مو اصلی مهمانداری که افغانستان ما و شما خو مردمی مهمان نواز هستیم. بعد همین مهمان خارجی رو چرت میشه میگه گدا و اغزر پوردا. این من نمیگم،
یعنی هر کس دیگه که باشه همین چیزو باید بگه، یعنی من اگه نگم دیگرا میگن، یعنی چوس همه زدنیه که بونکی چوسه. او بی بی آجی صدقه بی بی آجی مرا واده دادی دانی سراجی وای مرا واده دادی دانی سراجی وای مار از لیسکی تیزی نمیگیره برای مهمونا خارجی. خب ما گوشت بودونه میرم میده چرا؟ چون ما نشونه که ما خیلی آدم های مهمان نوازی هستیم. نه ما آقا جان مهمان نواز بشی، ما به ایراد 94 تا چوک یا چهار داریم، 5 تا آمپل چراغ سرخ داریم، تو میشین هر چه گوشت بودونه میزنی. رئیس جمهور با گذاشتن نخستین قدم در هرات گام فرهنگی را برداشت. همو یک ضرب المثل میگن درونی مر خود مر کشته، بیرونی مر عالمه. ما میدقم چیزایی واقعا چریدقم چیزایی ما، یعنی حق مانه که ما رو مسخره کنن، حق مانه که ما توهین بشیم، حق مانه که به مقدسات ما توهین بشه. کدوم مقدسات؟ مقدساتی که هیچ ارتباط به ما نداره. این که ملت هرات استاده سال یک مرتبه بول می کردن یا می کنن، در مسئله بول کردن استاده یک قضیه فقهی هست. 6 ساله که ایشان رئیس جمهور مانه، 10 سال دیگه ما با چه کاکای نکینه آقای کرزی؟ ما شیر هستیم، شیر چی؟ ما شیر سماوار هم نیم، ما شیر او خوردن هم نیم. با دروغ آخه نمیشه که به تا گوش ها مردم انتخته کنیم که ما شیر هستیم، شیر ما افغان هستیم، شیر هستیم، ما کلاغ هم نیم. پس ما با قرارداد استراتیجی که بین شیر و بین امریکا حاضر هستیم. شما در هیچ جای جهان کشور مثل افغانستان پیدا نمی کنی که 4 فصل کامل باشه، به تو 3 ماه برف بباره، به تو 3 ماه بارش بباره، به تو 3 ماه برگ برزه، به تو 3 ماه میوه بده. برو پیدا کن، اگر دیدی بیا به ترم توف کن. آخه این همه نعمات خداوند متعال برای ما دادن چرا استفاده نمیکنه؟ خداوند متعال که میگم الله، منظور منیه الله، هیچ چیزی برای ما نخواهد داد. الله ما رو همیت روز به روز گداتر خواهد کرد. الله فقط کسی مولای دیگه هیچ چی دیگه نیه. عنوان ولی هرات، ما به شما اجازه میدم این همی رقم توپنچه بدست، همی رقم ولو برای در با ماده و پیناکی به مغز سر بزنین، مسئولیت به منه. آخه هر چیزی از خود یک حد داره. ما بارها همین بگفتم، ما تا به کی قراره که همین رقم مسخره عام و خاص جهان باشیم؟ هیچی هم نگیم که بیادارا ما شیر هستیم، میخوریم، اوتو میکنیم، اوتو میکنیم، هیچ غلطی ما کرده من نمیتونیم. ما کلاغ هم نیم، ما یک جوجه طول سگی هم نیم. به دروغ اسم ما گذاشتم شیر، شیر، شیر. ما چیز شیریم اگه باشیم. حتی بعضی از علما یا بعضی از انسان‌های ناآگاه و بیخبر میگن که بین شیعه و سنی اختلافات فرعیه، جزئیه. خیر، چنین نیست. بین شافعی و مالکی و حنبلی و حنیفی جزئیه و در فروعاته، نه. اما بین مذهب شیعه و مذهب سنی ما در اصول اختلاف داریم. ما از اون روز فکر میکردیم مثلا والی هرات ایشون خیلی آدم فرهیخته هستن، خیلی آدم فهمیدی هستن، خیلی آدم معتبر هستن، خیلی آدم تحصیل کرده هستن. آقای قتالی، من نمیفهم قتالی به چی معنیه، یعنی معنی همین قتالی چیه؟ منتها این رقمی که تو گرد میزنی یعنی قتل کنیم، یعنی قتل مردم برای قتل کنیم. اگه کسمه هسته به شما گفت یک دهی بدیم توفنگ بار داریم بزنیم به پینک بیاریم به پیشمه، آخه این مزخرفه که تو داری میگه عیز من. و مرمی به پیناکی بزنین، رمین جیر به دور بیاندازین، کس به شما چیزی گفته نمیتونه. یک، اول خو مسئولیت با منه، مسئولیت به شما نیه که بگم برادرها شما بزنین. اگر کسی قراره که انتقام بگیرم و باید بگیرم. تویی که میگی بریم بزنیم به پیناکی و اگه بزنن همین مردم بیچاره، همین خود تو پس و ادعا میکنه که ای که شما زدیم استاد دانشگاه بوده، دوز نبوده. حالی خر بیار بغلی بار کن. تا سالا اومده که بیای بگه خود تو گفتی. شما هم که آدم هایی نیم که سر گپ خوب باشیم، یک روز میایی بری مردم قبر میکنی، یک روز میایی میگه بزنیم به پینک مردم. بابا جان مرتکه نون نداره که بخوره، کار از بنیاد خرابه، از ریشه، از اون پایه خرابه. خشت اول کج گیدیشته شده، تا وان فیخالدون دیوار کج میده بالا. ایزم ما شیر هستیم، شیر. شما اگه قدرت میدیشین، صلاحیت میدیشین در سیستم و نظام سیاسی و کشور، 5000 طالب وحشی خونخوار اعلام نمیکردن که اگه زد در طول همین 6 ماه یک سال اخیر چقدر از جوانا مار کشتیم؟
هر کس دزدی کرد بیایم بزنیم تفنگ و پینکی و این مثل همون میمونه که مجیب الرحمن میاد به پشت منبر استاد میشه هر کس که دزدی کرد دست قطع کنیم پا قطع کنیم بازم صد رحمت بزرگ که میگه دست قطع کنیم تو میگی تفنگ آور داره بزنیم پیشنیو آخه این کجا از این به شأن یک آدم سیاستمدار میخوره کجای همین حرفا به شأن و شعور یک آدمی که والی یک شهر اولیا شهر علم و فرهنگ بیای همچین سخنان از دهن خبیری کنه مزخرف داری میگی در اعلامیه ارگ از نقل از رئیس جمهور آمده است که عبدالوحید قتالی والی هرات نماینده خاص رئیس جمهور در هرات است نماینده ویژه آقای اشرف خانی در هرات مثل که او آمریکا از اونجا برای ما نماینده ویژه و در امور افغانستان آقای خلیلزاد نمیفهم چرا هم هر چی زاد و زی و نمیفهم پی و غی و همینا هستن هر چی همینا نماینده ها ما نه رئیس جمهور ما نه سیاسیون ما نه آقا جان نمیتونین سیاست کرده جمع کنین بخزین برات کار خوب بذارین همون طالبا بیان بیترن یعنی سگ همون طالبا به سر شما شرف دارن در نماز خواندن رسول الله صلی الله علیه و آله چی قسم نماز خواندن بیا همین چند حدیث میکشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی قسم نماز خواندن آخه همین تو که چسبیدیم به همین 1400 سال پیشی که بگیریم نمیفهم شعله بخش کنیم و قلور بخش کنیم و آقا ایت کردن و زنجیرار بیاریم تا خیابون که خور بزنیم و نمیفهم سینه بزنیم و همین که به این مسائل اگر اهمیت بدین روز 6 و 7 بدن نماز میخونین سال یک دفعه به شما واجب شده که به مکه برین به کربلا برین نمیفهم تمام این مقدسات رعایت کنین روزه و ما محرم و اینا آخه این مسائل میهنی آدم برای آدم مهمه مسائل سیاسی کشور آدم برای آدم مهمه اینا همت واجبه که آدم بعد از اینا سر در بیاره نمیشه که همت بی تفاوت بشینن که بشینیم که حالا دیگه هر چه خواست خداوند متعال باشه من پینک ما نوشته شده باشه همون میشه بعد تو اینجا چی؟ هیچی او بی بی آجی صدقه بی بی آجی مرا وادن دادی دانی سراجی وای مرا وادن دادی دانی سراجی هنرمندان حیرتی هم که نام خدا همه که مسئله سیاست به پیش میایه واو گل میکارن گل البته همو ال آخر رو داریم یا لام آخر رو داریم یک ووی بگذاریم شما هنرمند طالب این سیاست مداری بیدیم به کار خو نه ایدیم سر و جلویتر از اینکه آقای اشرف خانی خود دارادسته خو بیان به هرات بره تغییر فرودگاه هرات تغییر نامیو یکی از هنرمندانه که من شنیدم البته که ایشون انقدر مردم شهید پرور ایشان انقدر تحویل میگیرن که حتی ایشون سیکوریتی یعنی بدیگارد دارن که به ایور میرن چی میخونن؟ او بی بی آجی جالبه که این آهنگ اینا دوگانه اجرا کردن نه که او بی بی حاجی میگه نه که او بی بی آجی میگه من نمیفهم اینا چی معنی میده او بی بی حاجی او بی بی آجی مرا با دادا دیدانه سراجی او بی بی آجی صدقه بی بی آجی همین وزارت فرهنگ و اطلاعات برای چیه؟ اما یک شخص قد بلند قد درازی همین وزارت فرهنگ ایراد شیشته یعنی از کدو بخار بیرون میشه عمل بیرون میشه از این آدم نمیشه اسم نمون بگم خیلی هم بفهم بگیر آقا جان اگه تو مسئول وزارت فرهنگ چی تو فرهنگ مستراب خب بگی جلو از اینا او بی بی هاجی یعنی چی یعنی او بی بی هاجی چهار تا دختر خورد آوردن لپسرین زدن و آرایش کردن رختا مالداری و بر از اینا کردن دریه میزنن رختا پاکستانی رو به برخو کردن تو وظیفه تو به عنوان وزارت فرهنگ اطلاعات چیه و همونجی؟ برای زرم تو برو بدم توالت ها یا مسترابا مسجد جامعه بشی همونجیگان دویی خور بگیر مردم یا راد یا نده که بارن توالت تشناب کنن آخه زشته برای یک شهره که شما ادعا شما عرش خدا رو پاره کرده که ما شهر علم و فرهنگیم ما شهر اولیاییم ای چی طرز آهنگ خوندن آخه بس سعیز من نکنین همین کارا شما دارین تیشه بریشی فرهنگ همون مملکت مزنین البته بزدن چیز دیگه چیزی نمونده دیگه حالا دیگه تموخ و سمسی تموناخ و بیرو کردن دارن ریخ میزنن دیگه حقوق و برگ چنار دخترا شیشتا قطار حقوق و برگ چنار دخترا شیشتا قطار کاش که بیکار می بودم قدشان یار می بودم کاش که بیکار می بودم قدشان یار می بودم